من یه سری نکات ایمنی برای شرکت توی تظاهرات رو توی این ویدیو جمع کردم. اگه شما هم نکته دیگه‌ای به ذهنتون رسید، زیر این ویدیو کامنت کنید. بهتر با یه گروه به تظاهرات برید تا حواستون به هم باشه. در مورد بیماری‌های افراد گروه بپرسید و در موردشون با هم دیگه صحبت کنید تا اگر اتفاقی برای کسی افتاد، بقیه بدونن که چه داروهایی باید بهش بدن و چه کارهایی باید انجام بدن. با هم برنامه ریزی کنید. مثلا روز چهارشنبه ساعت 8 شب سر خیابون معلم جمع میشیم. وقتی که همه گروه اومدن، به معترضان میپیوندیم و اگر که تظاهرات در طول شب ادامه پیدا نکرد، ساعت 11 شب سر خیابون معلم جمع میشیم تا برگردیم خونه. قبل از رفتن نقشه مسیر اعتراضات رو چک کنید و مسیرهای میانبر و راه‌های فرار رو پیدا کنید. یه فرد کاملا مورد اعتماد که شرایط حضور در تظاهرات رو نداره توی خونه داشته باشید که حواسش به بقیه باشه و همه شماره اون یک نفر رو به عنوان تلفن اضطراری توی گوشیتون ذخیره کنید. اطلاعات خودتون، اطلاعات حساب‌های کاربریتون توی شبکه‌های اجتماعی و راه‌های تماس با یکی از اعضای خانواده‌تون رو به اون یک نفر بدید تا اگر اتفاقی براتون افتاد، اون بتونه اطلاعاتتون رو منتشر بکنه، حساب‌های کاربریتون رو ببنده و به خانواده‌تون خبر بده. سعی کنید در تمام طول تظاهرات کنار گروهتون باشید. جایی رو معین کنید تا اگر پراکنده شدید همه توی اون نقطه جمع بشن. به جای واتساپ از سیگنال، سیکرت چت تلگرام و نرم افزارهای امن‌تر استفاده کنید. یه سری اپلیکیشن‌های وجود دارن که به وسیله اونا می‌تونید بدون نیاز به اینترنت و حتی با رمزهایی با هم دیگه صحبت کنید. مثل نهفت، بریر و بریچ فای. این اپلیکیشن‌ها رو روی گوشی‌هاتون نصب کنید، همدیگه رو با اسمای رمز توش ذخیره کنید و مطمئن بشید که همه نحوه کار باهاشون رو بلدن. پیام‌هایی که می‌تونن براتون دردسر ساز بشن رو پاک کنید و اگر مهمن بکاپ بگیرید و یه جا ذخیره‌شون کنید. نرم افزارهای اینستاگرام و توییتر و غیره رو مخصوصاً اگر توشون فعالیت سیاسی داشتید پاک کنید. خیلی وقتا بهتره که با خودتون گوشی نبرید، ولی اگه تصمیم گرفتید گوشیاتون رو بردارید، یادتون باشه که از قبل شارژشون کنید و پسوردهایی که با چهرهتون و یا انگشتتون باز میشن رو بردارید و رمزهایی که عدد یا شکل هستن بذارید. در طول تظاهرات هم گوشیتون رو روی حالت پرواز قرار بدید. لباسی بپوشید که تمام پوستتون رو بپوشونه ولی راحت باشه و از طرفی هم تابلوتون نکنه. زیورالات استفاده نکنید و لنز توی چشماتون نذارید. وقتی که گاز اشکاور یا اسپری فلفل میزنن، لنز به چشم میچسبه و جدا کردنش از چشم خیلی سخت میشه. یه کوله پشتی بردارید و این لوازمو توش قرار بدید. پول نقد، داروهاتون، خوراکی، لباس اضافه، یه بطری آب سرد، فندک و سیگار، شامپوی بچه یا صابون، دستمال سرای کوچیک آغشته به آب لیمو یا سرکه سیب و عینک شنا. اینا چه کمکی میکنن؟ بیاین تا بهتون بگم. معمولا توی تظاهرات ها از اسپری فلفل یا گاز اشکاور استفاده میشه. یادتون باشه اگر همچین اتفاقی افتاد یهویی به عقب فرار نکنید. بدنه گاز اشکاور داغه. یادتون باشه که با دست بدون پوشش بهش دست نزنید. اگر میتونید با پا به سمت دیگه پرتابش بکنید و راه بهترینه که از مخروطای نارنجی رنگ وسط خیابون کمک بگیرید و اونها رو روی گاز اشکاور قرار بدید. اگر در معرض گاز اشکاور قرار گرفتید، سعی کنید خونسردی خودتون رو حفظ کنید، از محل دور شید، روی یه سطح بالاتر مقابل باد بایستید و دستتون رو به هیچ عنوان به چشم، بینی و دهنتون نزنید. اگر امکانشو دارید لباستون رو در بیارید و با آب سردی که همراهتونه صورت و بدنتون رو بشورید. دود سیگار یا دود آتش باز بین بردن هر چه سریعتر حالتایی که گاز اشکاور ایجاد میکنه کمک میکنن و اون دستمال سرایی که به آب لیمو یا سرکه سیب آغشتشون کردیم میتونن راه تنفستون رو باز کنن. اگر نیروهای امنیتی داشتن به سمتتون میمدن، بی هوا یهویی به عقب فرار نکنین، چون همونطور که گفتم خطرناکه. یه سری زیر دست و پا میمونن، یه سری کتک میخورن، یه سری امکان داره همونجا دستگیر بشن و همچنین حرکت کند میشه و جمعیت تو هم قفل میشن. بهتره که به سمت راست و چپتون حرکت کنید. حتما ماسک بزنید، مخصوصا اگر شرایط به نحوی پیش رفت که مجبور به دفاع از خودتون شدید. مطمئن بشید که صورتتون رو پوشوندید و هر علامتی که باهاش قابل تشخیص هستید، مثل جای زخم یا تتو رو هم بپوشونید. هر کسی که کنار شماست امکان داره لباس شخصی باشه، پس خیلی مراقب باشید و ترجیحاً با غریبه ها توی اعتراضات صحبت نکنید. اگر داشتید دستگیر می‌شدید، گوشی و کوله پشتیتون رو پرت کنید یا به یکی از اعضای گروهتون بدید و اگه امکانشو دارید گوشیتون رو بشکنید. اگر تنها به تظاهرات رفتین، حتما نام و نام خانوادگیتون رو به یکی از معترضان بگید که بتونن اطلاعاتتون رو منتشر کنن. سری خودتون رو به نیروهای امنیتی معرفی نکنید و لطفاً هیچ اتهامی رو نپذیرید، به هیچ چیزی اعتراف نکنید و هیچ برگه‌ای رو امضا نکنید. همیشه یادتون باشه که شما فقط یه رهگذر بودید که چند دقیقه وایسادین تا تظاهرات رو نگاه کنید. تخمین ما اینه که بیش از 90 درصد بازداشتی‌ها توی 24 ساعت اول آزاد میشن. تمام تلاشتون رو بکنید که با حساسیت زدایی جزو اون 90 درصد باشید. اگر کسی به خاطر ضربه به سر بیهوش شده حرکتش ندید، اما اگر جراحت داره حتما به جای امنی منتقلش کنید. سعی نکنید جسم خارجی رو از تنش در بیارید به خاطر اینکه خونریزی میکنه و با پارچه، کمربند یا با هر چیز دیگه‌ای که در دسترستون هست زخم رو محکم ببندید و فشار بدید تا خونریزی بند بیاد. در صورتی که زخم روی قفسه سینه است، به هیچ عنوان به اون منطقه فشار نیارید و یادتون باشه که به زخمی غذا و
آب ندید. اگر خودتون یا کسی دچار حمله عصبی شدید، محل رو ترک کنید. برای چند دقیقه جای امنی رو تصور کنید، نفس‌های عمیق بکشید و عضلاتتون رو منقبض و منبسط کنید. از سلامت جسمی و روانی تمام اعضای گروهتون مطمئن بشید. عکس و فیلم هایی که گرفتید رو منتشر کنید، اتفاقات رو مرور کنید و نقاط قوت و ضعفتون رو پیدا کنید.